دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، بلندترین سطح تعزیرات اقتصادی را بر ایران وعده کرد و گفت که این کار بر آنها تأثیر جدیدی خواهد گذاشت. دونالد ترامپ و همکارانش در خصوص ترک توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان در سال 2015 گفت که اعمال دوباره مجازات اقتصادی بر ایران باعث بخشی از کمپین فشار اعظمی برای مجبور ساختن یک تغییر در محدوده وسیع رفتار ایرانیان است. در خصوص توافق هسته‌ای ایران، من صادقانه بگویم که به خاطر از آن خارج شدم که مسئله هسته‌ای اولویت نخست برایم است. اما در خصوص معامله ایران فکر می‌کنم ایران اکنون کشور متفاوتی است در مقایسه با 3 یا 4 ماه قبل. کشورهای اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای هنوز هم به این موافقتنامه متعهد هستند و به زودی مکانیزمی را به نام وسیله مقصود ویژه با هدف اجتناب از سیستم مالی آمریکا به راه خواهد انداخت که از میانجیگری اتحادیه اروپایی برای انجام تجارت با ایران استفاده می شود. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای شکست دادن ایران بسیار کوچک است. امروز نیز ملت ایران نشان خواهند داد که آقای ترامپ کوچکتر از آن است که بتواند ایران را از پا درآورد. در همین حال جنرال محمد علی جعفری فرمانده ارشد نیروی سپاه انقلاب اسلامی ایران امروز گفت که تهران در مقابل جنگ روانی و تأثیرات بر بخش حیاتی نفت آن کشور مقاومت خواهد کرد. برنامه ریزی ها و توطئه های آمریکایی ها در رابطه با تحریم اقتصادی و تحریم ایران به یاری خدای متعال و با ادامه مقاومت آگاهانه مردم و مسئولین ما انشاءالله شکست خواهد خورد به یاری خدای متعال. اما این تعزیرات تا به حال تأثیراتی را بر وضعیت مردم و بازار اقتصاد ایران گذاشته است که شامل کاهش 70% ارزش پول ایران در معاملات با اسعار خارجی می باشد. تأثیر باید بیایی تو ماها که تو بازار هستیم تأثیر ببینیم. طرف هستش که چجوری بهت میگم الان جدیدن میاد بچهش به دنیا آمده مجبور بادوم بخره واسه حیر بادومه واسه بچهش نداره بخره. هیچ قدرتی مردم نداره. بیچاره مردم. ایران از قبل در مشکل بحران اقتصادی قرار داشت و شاهد اعتراضات پراکنده در ماهای اخیر در حالی بود که مقام های ایرانی تلاش کردند تا این تحریم ها و تأثیرات آن را کم اهمیت جلوه دهند.